در این ویدیو از کانال یوتیوب زنیکس تیوی در مورد گازهای اشکاور توضیحاتی را خدمت شما مخاطبان عزیز ارائه خواهیم داد. در ابتدا این هشدار را می دهیم که وقتی فهمیدید که گاز اشکاور با چه ترکیباتی ساخته می شود، بدین معنی نیست که می توانید آن را بسازید و ویدیوهای زنیکس تیوی جنبه تفننی دارند. همچنین قبل از شروع به این نکته اشاره می کنیم که اگر به تازگی با کانال یوتیوب زنیکس تیوی آشنا شده اید، کانال ما را سابسکرایب و زنگوله را فعال کنید. در جنگ جهانی اول، گازهای سمی به عنوان یک سلاح اختیاری مورد استفاده قرار می گرفتند. امروزه، نیروهای امنیتی از یک گاز سمی با دستورالعمل ضعیف‌تر برای تحت کنترل گرفتن جمعیت شورشی و یا یک مکان سربسته استفاده می کنند. اما درون این گاز سمی که ما آنها را تحت عنوان گاز اشکاور می شناسیم، چه خبر است؟ اولین و مهمترین ماده درون گاز اشکاور زغال چوب است. زغال چوب سوخته ترین و نابود شده ترین حالت یک چوب است، به طوری که هیچ ماده‌ای به جز کربن از آن باقی نمانده باشد. دقیقاً مثل ماده‌ای که بعد از درست کردن کباب روی زغال باقی می‌ماند. زغال چوب مانند یک مکمل برای دود کردن اجسام مختلف عمل می‌کند. اما به جای استفاده کردن از مایعات اشتعالزا مانند بنزین، از جایگزینی باستانی استفاده می کنیم. پتاسیم نیترات. در قرن 13 هم این ماده تحت عنوان سوغات چین شناخته می شد. یک ماده کلیدی برای استفاده در تفنگ ها و آتش بازی. KNO3 سبب آتش گرفتن و دود کردن زغال چوب می شود. زغال چوب اکسیژن درونش را آزاد می کند و آتش درون قوطی گاز اشکاور را روشن نگه می دارد. وقتی دمای درون قوطی به 2500 درجه رسید، تکه های کوچک سیلیکون آب شده و به پلت های شیشه ای تبدیل می شوند که سبب اشتعال دیگر مواد درون قوطی مانند پتاسیم کورا که مانند پتاسیم نیترات سبب ایجاد دود می شود، اما اگر با اسید مجاورت داشته باشد می تواند انفجار بزرگی را رقم بزند خواهد شد. در این مرحله منیزیم کربنات وارد می شود. این ماده دقیقاً همان ماده است که درون کپسول های آتش نشانی قرار دارد و وظیفه اطفای حریق را دارد. این ماده حالت اسیدی را برای شعله ورماندن قوطی حفظ می کند، اما در این حال از تبدیل شدن قوطی اشکاور به یک بمب خطرناک جلوگیری می کند. پس به جای اینکه قوطی گاز اشکاور منفجر شود، تمامی این فعل و انفعالات ترسناک و قابل انفجار مسبب تولید ماده‌ای به نام نیتریل میلان می شوند. این ماده باعث و بانی تمام اشک‌هایی است که می ریزیم. این ماده قدرتمند به راحتی می تواند گوش ها، بینی، ریه ها و چشم های شما را هدف بگیرد و سبب سرفه کردن، خفه شدن و کوری موقت انسان شود. اگر چنین فعل و انفعالاتی با غلظت 6000 برابر بزرگتر صورت بگیرد، می تواند مرگ حتمی انسان را تضمین کند. ترکیبی که توضیح داده شد مربوط به نارنجک های اشکاور بود. نوع دیگری از گاز اشکاور وجود دارد که در اسپری استفاده می شود. این اسپری ها از یک نوع ترکیب شیمیایی به نام CS ساخته شده است. نوعی پودر جامد که با ایروسول ترکیب می شود. وقتی این ماده به سمت انسان اسپری می شود، تأثیرات آن در یک چشم به هم زدن ظاهر خواهد شد. سوزش چشم ها، دشواری تنفس و سوزش شدید پوست بدن. این سلاح شیمیایی توسط بسیاری از کشورها همچون ایالات متحده تحت عنوان جنگ افزاری ممنوعه تلقی می شود. پس دلیل این همه توضیحات چه بود؟ استفاده از گاز اشکاور به عنوان یک سلاح کنترل جمعی کاملا قانونی است. به طور مثال همه ما بارها دیده ایم که نیروی انتظامی در کشورهای مختلف برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده می کنند. البته لازم به ذکر است که از ماه ژانویه سال 2013 استفاده از گاز اشکاور توسط 40 مورد از کشورهای شمالی قانونی اعلام شد و بخش اعظمی از این گازهای اشکاور توسط شرکت‌های آمریکایی تولید و صادر می‌شود. این ویدیو هم در همین جا به پایان رسید. با زنیکس تیوی همراه باشید تا در قسمت‌های بعدی نحوه ساخت ماسک حرفه‌ای و مقاوم برای مقابله با گاز اشکاور را توضیح دهیم.
کانال یوتیوب زنیکس تیوی رو سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید.